we come back here next year, we can have an agreement that will lead to a new member of the United Nations, an independent, sovereign state of Palestine, living in peace with Israel. جلب حمایت از مذاکرات صلح خاورمیانه و اشاره به ایران در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. The United States and the international community seek a resolution to our differences with Iran, and the door remains open to diplomacy should Iran choose to walk through. Back at home, the young people there, they're fighting for their freedom, and we are here to stand by them. تظاهرات مخالفان در برابر سازمان ملل متحد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید قطعنامه تحریم مصوب شورای امنیت علیه ایران نشان میدهد قانون بین الملل وعده توخالی نیست. پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود در 65مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایران اینک پاسخگوی قصور در عمل به مسئولیت‌هایش به عنوان عضوی از جامعه بین الملل است. مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان در کانون سخنرانی پرزیدنت اوباما در تشریح سیاست خارجی آمریکا قرار داشت. اوباما جامعه بین الملل را به حمایت از دستیابی به توافق صلح طی یک سال آتی دعوت کرد.